اگر قرار باشه این شکل ادامه پیدا کنه، مثلا ما بعد واحده تولیدمون رو تعطیل کنیم، بستنی فروشی بستنی رو تعطیل کنیم، چون من نمیتونم بستنی بیارم برای مثلا 5000 تومان، میخوام در 8 کیلو استفاده کنم 25000 تومان تر هر کیلو ضرر بکنه. میشه ضرر در ضرر، مجبور میشم اونو حذف کنم، حذفش کنم اجاره ها میمونه، حقوق پرسنل هم میمونه، بعد کلا شغل فرج میشه. صحبت درود باشه، سر و دوش آدم تحمل میکنه، میگه اشکال نداره، ولی اینکه واقعا این اتفاق بیفته، خب این قرار باشه ادامه دار باشه، شغل ما عملا فرج میشه، یعنی کلا ساقط میشه. اینکه باز شرایط هر روزم داره بدتر میشه. ساعت 2 بعد از ظهر، از 2 بعد از ظهر جنسا به حال تشمیل میشه تا ساعت 5-6 بعد از ظهر. یک کارا بعد هم تحصیل میرار رو مرخص کردم. الان درجهش 5 درجه بالای صفره. بعد این درجهش 15 درجه زیر صفر باشه. ولی به خاطر برق رفته، الان درجه 35 درجه بالای صفره. خب این جنسا من توی فرمان درداری براخی میدارم همه خراب میشه. تعطیل میشه، من باید حقوق بهشون بدم. خب وقتی جنسی تولید نمیکنم، خب اینا میشه ضرر برام دیگه. ولی متاسفانه هیچ کسی گوش شنوایی نیستش بابت این قضیه، یعنی کارشناسی شده نیست. اگر باشه آدم دلش نمیسوزه. چجوری میشه یک واحد تولیدی رو که بحث شغلش بقال تولید شیرینی و بستنی هستش، دو ساعت و نیم تعطیلش بکنی بعد هیچ خلایی ایجاد نمیشه؟ شما هم در پیک کاریت، یعنی ساعت 8 و نیم صبح یا 11 ظهر، به هر حال ما تایم کاریمون از ساعت 8 صبح شروع میشه تا ساعت 6 بعد از ظهر در روزهای عادی. شما این تایم رو شما نگاه کنید، پیوسته داره الان جدولی که اومدن پیوسته داره هر روز دو ساعت و نیم میره جلو. یعنی مثلا امروز 8:30 دقیقه تا 11 و نیم بوده، باز فردا از مثلا 11 و نیم تا ساعت 3 مثلا، از ساعت 3 باز هست تا ساعت. خب این نمیشه، چجوری میشه کار کرد؟ من یکی از اسبام از کار بیفته، عملا خط تولیدم فلج میشه. علت تجمع اینا دمای هواست. وقتی یه خورده هوا گرم نمیشه، به خاطر استرس گرمی همه تجمع پیدا میکنن. ما هر روزی که برنامه در حالت عادی وصله، باز دوباره افت ولتاژ داریم. افت ولتاژ شبکه اجازه نمیده که ما بتونیم تمام فنا و شیرجوشی رو همزمان روشن کنیم. مجبور میشیم قسمتش رو خاموش کنیم. و وقتی که میاد خاموش میشه، دوباره این اتفاق تجمع میاد توش رو، که باعث خودش استرس سنگینه برای گاوشی. دستگاه ها در پر از جوجه است. خب زمانی که برقر میشه، این جوجه ها نیاز به اکسیژن دارن. زمانی که فنا کار نکنه، بزرگتر مشکل ما اینه که این جوجه ها داخل دستگاه ممکنه دچار خفگی بشن. حجم بالاست، تراکم بالاست. خب ورودی هوا داره این دستگاه، ولی خب زمان قطعی و عملا ما با خاموشی فنا مواجهیم و مشکلی هم که به وجود خواهد اومد، حالا مرغومیر زیاد جوجه توی محیط هچره. شروع میشه به مردن نطفه ها. با این حالا طولانی بودن بحث ساعت قطعی برق، یعنی درمان از که 3 ساعت شده. خب 3 ساعت قرار باشه به تخمه هوا نرسه، عملا مرگ جنینی اتفاق میفته و درصد بالایی از تخمه دچار مرگ جنینی میشه، مخصوصا توی سنین بالاتر، تقریبا از 32 روز به بالا تا 39 روز که چه روزی که دچار مرگ جنینی میشه. خب کنتراکت ما 500000 تومان بخوایم حساب بکنیم، یه چیز اولش مثلا 5 میلیون تومان فقط هزینه سوختن کنتراکتورها برقش بوده. حالا خارج از مرگ و میرای
جوجه ها و فرضاً به حضورتون که مرگ جنینی که توی تخم اتفاق افتاده به خاطر حالا نرسیدن اکسیژن بهشون و اونو همه رو که اگه بخواییم حساب بکنیم دیگه چند دفعه اگه این وضعیت همینطور ادامه پیدا بکنه به همین منوال آخر تابستون جوجه نخواهیم داشت. این 15 روز پیش به من اطلاع دادن که آقا قرار هست برقا قطع شد. بله. بدون هیچ گونه شده ما میوه خریده بودیم و مربا داشتیم اونجا تولید میکردیم. من بهشون گفتم چنانچه اگر قطع کنید ما دوچار ضرر زیان میشیم. روز پنجشنبه هست، جمعه ما برنامه نداریم، میمونه این برای ما و با مشکلات روبرو شد. اتفاقا بدون برنامه ریزی و اگه از قبل گفته بودن دو رو جلوتر یه رو جلوتر گفته بودن من یه این میوه رو نمی خریدم بیارم. منجر به این شد که مقداری از میوه های ما از کنم خدمت شما که سیاه بشه و قابل مصرف بشه. این برق که قطع میشن معمولا توی 4 سال سابقه نداشته. اگه وقتی مشکلی پیش میاد از قبل ما میگفتن 2 ساعت 3 ساعت نصف روز یک روز قبلش ما میگفتن داره. ولی الان قطع کردن بدون تو اما حرفش 10 روز قبل 10 روز قبل بدون نه بدون اطلاع قطع کردن. وقتی هم قطع میکنن اینجا کلن دیگه دستگاه ها گیریپاش میکنن قالب ها گیریپاش مواد مذاب میاد همه لکه میشه یک جا و کلن ضایعات میشه که حتی برش هم میتونه بزنی گیرو لکه های مثلا نیم متری 50 سانتی میشه اصلا برش نمخوره لاک میخوره که جدا بشه محصول. آها خب به خاطر که حرارت بیش از حد مثلا دیگه داخل کوره مونده لاکش هم سوخته. مغزمه چکار شده این؟ مغزمه چکار شده؟ خواهش بشون میشه اونا خیلی الان بازیم اونا که برش کردن اونا برشونه همه زایات اینا همه زایات